بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله محمد و على آله الطيبين الطاهرين و صحابته الأبرار أجمعين و أزواجه أمهات المؤمنين و أئمة الهدى أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فاللهم اهد أعداءهم و أعداءك أجمعين من الآن إلى يوم الدين و سلم تسليما كثيرا. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده میزیگرد هفته. مبحث وهابیت یکی از مباحث پرچالشی که در جامعه ایران و جامعه ما به خصوص رایج یافته و یکی از پوتک‌هایی است که در واقع بر سر مخالفین زده می‌شود. آیا به راستی وهابیت وجود ندارد؟ اگر وهابیت وجود دارد کجا هستند؟ آیا کتاب و نوشته‌ای از وهابیت تدوین شده است؟ آیا فرقه منتسب به وهابیت اعترافی به وجود خارجی دارند؟ و اگر ندارند، آیا اگر وهابیت وجود ندارد، آیا همه این بگو مگوها هیچ واقعیتی ندارد و همه افسانه است؟ آیا ضرب المثل تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها همه حرف هست و در واقع وجود خارجی ندارد؟ مبحث وهابیت و مؤسس آن که به ادعای مخالفین مطرح می شود، محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، که فکر و اندیشه و باوری داشتند، در این برنامه با حضور دو کارشناس عزیز، استاد سید منصور حسینی و استاد دکتر سید حبیب الله ضیایی استاد دانشگاه، مسائل مرتبط با محمد بن عبدالوهاب و وهابیت رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و برکات. سلام علیکم و رحمت الله دکتر سید حبیب الله ضیایی. از حضور در برنامه کمال تشکر دارم. استاد سید منصور حسینی، بدون مقدمه وارد اصل موضوع میشیم. محمد بن عبدالوهاب یا وهابیت، آیا واقعا وهابیت وجود ندارد؟ بله، بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم. سلام و رحمت الله. حتما در برنامه گذاشتین اشاره شده که وهابیت گروهی بودند که مرتبط منتسب بودند به عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ایرانی عبازی که از خوارج بود و در شهر طهارت الجزائر تشکیل یک دولت میده به اسم دولت وهابیت، و این گروه خیلی از دستورات دین و زیر پا گذاشت، به عنوان مثال حج و ممنوع کرد و بسیاری از کارهای دیگه که علما حکم تکفیر اونها را صادر کردند. و این گروه گروه نبود که گروه مشهوری باشه. حتی ابن حزم در کتاب خودش شیخ الاسلام ابن تیمیه از این گروه یادی نمی کنن. یک گروهی بودن در یک دایره تنگی در آفریقا، در شمال آفریقا. بعد از اینکه دعوت شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب شروع می شود، دعوت توحیدیش، می گردن در کتاب های قدیم اسمی را پیدا کنند برای مبارزه با این دعوت مبارک. این اسم هم توسط، در حقیقت اگه نگاه کنیم، ابراهیم پاشا با همکاری انگلیسی ها و فرانسوی ها، به خصوص فرانسوی ها که شمال آفریقا را به زیر سلطه خود در آورده بودند، احتلال کرده بودند و با این گروه مثل که آشنایی پیدا کرده بودند، تونستن این دعوت مبارک منتسب کنند و بگن که اسمش وهابیت است و اون وهابیتی که در کتابهای علمای مغرب تکفیر شدن، فتاوای اونها را میارن، میگن که بله نگاه کنید علمای مغرب زمین این گروه را تکفیر کردن. این خیلی مختصر بود. پس شما در واقع منکر وهابیت نیستین اما با قالب دیگر. وهابیتی که اون زمان اصلا درست اسمش عبدالوهاب ابن عبدالرحمن ابن رستم ایرانی عبازی خوارج. از خوارج بود. خب اما اگه میخواستن منتسب کنن به این فرد، من محمدیه بگم، چرا به اسم پدر منتسب کنن؟ بله، این قضیه. قضیه بعد میگیم که ما در دین، در فکر اسلامی چیزی مثل وهابیت نداریم. شما وهابیت رو بخواید بگن تعریف کنید، تنها یک سلاحی شده برای مبارزه. یعنی کسانی که میان این فکر رو متهم میکنن به وهابیت چه کسانی هست؟ کسانی که این فکر رو متهم کردن در تاریخ نگاه کنید،
یا شیعیان بودن یا صوفی های متطرف بودن، تندرو بودن، و یا فرانسوی ها و انگلیس ها و ابراهیم پاشا. اینها بودن که این دعوت متهم کردن به وهابیت. ما اگه بخوایم وهابیت رو تعریف کنیم، به عنوان گروه گروهی نیست. حتی اون کسانی که میان، هر کس که دعوت به توحید میده میگن وهابی. خیلی زیباست، هر کس که دعوت به توحید میده میگه ایوه الناس، بگید لا اله الا الله محمد رسول الله، غیر خدا نپرستید، سر قبر نرید، از قبرها طلب نکنید، از غیر خدا پیروی نکنید، یعنی این وهابیست. آیا به نظر شما هیچ مدعیان فرض را بر همون وهابیتی که به هر صورت حالا اون وهابیت قدیم که رستمیه هست یا خوارج هستن یا وهابیت کنونی، این وهابیت کنونی، مدعیان این وهابیت کتابی تدوین نشده به عنوان مثلا آیین وهابیت یا خودشون بله. بیان و خود را معرفی کنن؟ به هیچ عنوان کتاب اسم این که آیین وهابیت باشه نیست. شما کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب نگاه، من فقط یه فقری از اونو میخونم قبل از اینکه وقت من تموم بشه. در خودش میگن دعوت خودشون معرفی میکنن، شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب میگه که لست ولله الحمد ادعو الى مذهب صوفی او فقیه او متکلم او امام من الائمه. از کجا نقل میفرمایید؟ این در خود مؤلفات شیخ محمد بن عبدالوهاب قسم پنجم هست. بله، نامه هاشون هست صفحه 200. نامه های شیخ الاسلام. بله بله، نامه چندم؟ صفحه 252 هست. صفحه 252 بخش نامه ها. بله بله، میگه الحمدلله من نه به مذهب صوفی دعوت میدم یا به مذهب فقهی یا یک متکلمی باشه فلسفه منطق یا امامی از ائمه که بزرگترین اونها مثل ابن قیم هستن یا ذهبی یا ابن کثیر و غیرشان. بعد میگه که بل ادعو الى الله وحده لا شریک له و ادعو الى سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم التي اوصى بها اول امته و آخره. میگه دعوت من تنها به عبادت خداوندی که واحد هست، شریکی نداره، دعوت میدم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیا دارن چیز جدیدی هست؟ شاید مخالفین بگن که همه این مطالب را گفت در واقع عوام فریبی بود و برای اینکه بخوان این دعوت رو یک بال یک رنگ و لعاب قشنگی خیلی خوشگل داره. ما این اون چیزی که گفته عرضه میکنیم بر قرآن و سنت، چون قرآن و سنت معیار و میزانی هستند برای تشخیص صحیح و یا سقیم بودن یک فکر و یک کار. چکرم. ما همین سخنشو میاریم روی قرآن عرضه میکنیم. بعد خیلی جالب هست در آخرش میگه که این اتانا منکم کلمت من الحق لأقبلنها على الرأس والعين. سخن حقی از شما بیاد که روی رأس، روی سرین و چشم بندیه. میگه ولی اضربن الجدار بكل ما خالفها من اقوال ائمه حاشا رسول الله صلی الله علیه و سلم فانه لا يقول للحق. سخن هر کس من به دیوار میذارم مگر سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که وجود حق نمیدونه. متشکرم استاد. پس این دعوتش بود. بله، متشکرم استاد منصور حسینی. دکتر سید حبیب الله زیاشش پوشی از این که حالا محمد بن عبدالوهاب یا وهابیت وجود دارد یا ندارد، ما میریم سراغ اندیشه های محمد بن عبدالوهاب. الحمدلله اندیشه هایشون و کتب ایشون مدون شده وجود داره که کتب ایشون بنده در استودیو هم آوردم و میشه حکم و داوری و قضاوت رو در خلال رساله ها و مجموعه نوشته های ایشون انجام داد. یکی از اتهاماتی بدون تعارف و بدون در واقع ملاحظه کاری ما دوست داریم اون اتهاماتی که در واقع در جامعه و در بین مردم بگو مگو میشه اون رو مطرح کنیم با هم دیگر، چون تعارفی نداریم، قرار نیست از کسی دفاع بشه و قرار نیست هم ما باطلی را و اشتباهی را کتمان کنیم. یکی از اتهاماتی که همیشه مطرح میشه ببین اونم این که محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه مخالفین خود را تکفیر میکرد و در این واقع در این زمینه واقعا غلو کرد و به راحتی هر کسی مخالف فکرشون بود رو کافر قلمداد میکرد. در این باره بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الكريم و على آله و صحبه اجمعین. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و میهمان عزیزمون قیس منصور حسینی و همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی کلمه. سلام علیکم. موضوع تکفیر در حقیقت از دو بعد میشه بهش نگاه کرد. یک بعد شرعیش هست که به عنوان یک وظیفه شرعی، به عنوان یک حد و مرز دینی برای تعیین واقعیت‌های بنیادین دین به عنوان یک وظیفه شرعی شناخته میشه. بله. و میتونیم بگیم که در حقیقت دین مبین اسلام و همه ادیان برای تبیین این موضوع اصول و ضوابط خاص خودشون رو گذاشتن.
و قرآن کریم صراحتاً در موارد متعددی بحث کفر بعد از اسلام، بعد از بحث کفر ابتدایی و بگیم خلفی رو قبل از این بعد، یعنی قبل از اسلام، همه اینها رو تبیین میکنه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون و من لم یحکم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. و این موضوع موضوعی بسیار گسترده ای است که حتی ائمه ما در کتب فقه هم یه بحث مفصلی رو دارن در بحث ارتداد و ردت. بله، این یه بحث فقهی هست، بحث شرعی هست، اونونه که وظیفه دینی که حدود و چارچوب دین رو تعیین میکنه و وظیفه هر دایی هست که در مراحل مختلف بیاد اصول و دین رو تعیین بکنه و حدود خروج از دین که کفر گفته میشه رو به همین صورت روشن و واضح. این در بحث وظیفه است. اما در اون چیزی که به عنوان بُعد دیگه ای که بحث تکفیر داره، ابزاری هست که برای نفی مخالف یا برای رد مخالف یا برای جواز دفن مخالف میتونه استفاده بشه. این ابزار خب در قرون مختلف، در قرون وسطا، در قرون کلن میتونیم بگیم خوارج اولین کسانی بودن که در تاریخ اسلام استفاده کردن که بر مبنا خروج کردن بر نظام عدل اسلامی که قائم بود به خلافت اسلامی، و بعد از اون هم به همین صورت تفکری که غلوف کرد در حب حضرت علی بر این اساس کلن قائم هست. هیچ کسی رو مسلمان نمیدونه. ما الان کلن تقریبا تفکر میتونیم بگیم صفویت در کشورمون تقریبا بر بنای تکفیر هست. هیچ کسی رو برای که از سخت استفاده کنیم. سوال بنده خیلی واضح هست. به هر صورت این که صفویت و یا این که در واقع امامیه ای که حالا به نام صفویت متأسفانه تکفیر کرده خیلی واضح و محرز و در تمام کتاب ها مطرح است. سوالی که مطرح میشه، اتهامی که حول شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه مطرح است، ایشون تکفیر مخالفین خود میکرد، در این باره آیا در کتب ایشون مطالبی و فتاواهایی از ایشون مدون شده است که این تکفیر رو ثابت کنه و این بشه بر اساس اون؟ بله، من بخواستم این مقدمه رو بگم که در کتب ایشون تبیین کفر هست، اما تکفیر معین نه اون کسی که مخالف هست و نه هم اون کسی که مخالف بوده با فکر. هیچگاهشون تکفیر معین رو به عنوان منهج، به عنوان اصلا موضوعی از موضوعات بحث خودش نداره. ولی اما به عنوان که کفر رو بگه، کفر چی هست، شرک چی هست، نفاق چی هست، این وظیفش بوده و تبیین هم کرده. و برعکس اون کسایی که مخالفش بودن از این ابزار استفاده کردن و حتی حکم قتلش هم دادن و فرمانش رو هم به دار آویختن از خود در زمان بگیم هجومی که به حکومت اول اینها وارد شد و عده زیاد از اینها به شهادت رسیدن. به هر حال اون چیزی که مهم هست اینه که در مصادری که از ایشون به ما رسیده و اون کتابایی که هست، واژه تکفیر به عنوان یک ابزار برای رد مخالف به عنوان وجود نداره که تکفیر کرده باشه. و همون اصلی که اهل سنت در بحث ضوابط تکفیر معین دارن، همون اصول رو کاملا با همون ضوابط شرعی اهل سنت و سلف و ائمه اهل سنت ایشون رعایت کرده، اگرچه شاید پیروان دچار غلوب شدن و این هیچ تعارضی با اصل موضوع نه. بله، همین سوالی که من می‌خواستم تاکید مطرح کنم و به عنوان یک اعتراض مطرح بشه، خیلی از افراد منتسب خود منتسب به حالا یا محمد عبدالوهاب رو به عنوان یک امام، به عنوان یک مرجع بر صورت افکار ایشون رو میپذیرن و میبینیم در مبحث تکفیر، در حالی که مدعی پیروی از ایشون هستن در جنبه تکفیر، میبینیم شاهد هستیم که تکفیر از این صورت میگیره. بله، من معتقدم که اگر ما خواسته باشیم اعتراض داشت بگیریم به اصل جریان، باید از دو راه این موضوع رو ثابت بکنیم، یا از طریق اون چیزی که به عنوان تز فکریشون مطرح هست که در کتاب‌ها هست که وجود نداره، یا از طریق تربیت مستقیمی که توسط خودشون صورت گرفته و اونم تایید کردن که باز هم اینجوری موردی رو ما در دست نداریم. اون چیزی که بعدها پیش اومد، خب ما میتونیم بگیم که در زمان حضرت علی در وجودشون ولو صورت گیره و تکفیر هم توسط خوارج صورت گیره، ولی تعلید نه تاییدشون کردن بلکه بر علیه خودشون بود. اینه که وجود یک جریان انحرافی یا بگیم غلو در ضمن یک حرکت یا یک نهضت به وسیله طرفدارانی که به انحراف کشیده میشن، اصل جریان رو زیر سوال نمیبره. بله، متشکرم. همونطوری که فرمودید، خب خوارج خود را از پیروان حضرت علی میدونستن، اما غلو ایشون پای حضرت علی ثبت نمیشه. استاد منصور حسین یکی از اتهامات دیگری که قول محمد عبدالوهاب رحمت الله علیه مطرح هست و اون همین که تخریب گنبد بارگاه ها و آثار صالحین هست،
میگویند در بقی بالغ بر 300 400 گنبد بارگاه بود در کنار مدینه، در کنار کعبه، در این طرف اون طرف مملو بود از این گنبد بارگاه ها، گنبد بارگاه های مجلل. به هر صورت مردم نذر و نذرات رو تقدیم میکردند در این گنبد بارگاه ها و به نحوی مردم دل خوش کرده بودن به این گنبد بارگاه ها. اما تخریب گنبد بارگاه یکی از اتهاماتی است که ایشون صورت دادند. بله، معمولا این اتهامات توسط بعضی از علمای شیعه وارد شده، مثل محسن امین العاملی در کتاب خودش میاره و از کارهای بسیار زشت و سنگین وهابیت معرفی میکنه، این کار رو انجام دادن و معرفی میکنه که خود این گنبد و بارگاه ها جزو شعائر الله هست، جزو شعائر الله معرفی میکنه، در حالی که ما میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت علی را میفرستد. در روایتی که در بین اهل سنت هست، شیعه هم هست، من که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ادع قبرا مشرفا الا سوی، هر قبری که بلند شده، بلند هست، به عنوان گنبد و بارگاه رون هست، خرابش کن. این در این روایت در کتب اهل سنت هست، شیعه هم هست. حتی دستور حضرت رسول به حضرت به حضرت علی هم هست گنبد و بارگاه گنبد بارگاه خراب کن. حتی در روایت داریم که میگه که من جدد تمثالا، این کسی که یک تمثال یا قبر را تجدید بنا کند میگه کافر شد. چطوری میشود که این چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه و آله با اون مبارزه کرده، خراب کرده، در کتب اهل سنت اومده، در کتب شیعه اومده، این قضایا بعد از اون به عنوان شعائر الله معرفی شود؟ آدرس دقیق این روایت ها رو ببینید و متن عربیش لطفا، یا متن عربی لطفا بفرمایید. این حدیث است که بعثنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابی الحیاج میگه که الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلی الله علیه و سلم الا تدع تمثالا الا طمست ولا قبرا مشرفا الا سويت. روایت امام مسلم هست. میگه که به ابی الحیاج میگه حضرت علی رضی الله عنه، به حضرت علی میگه که من تو را هم مأمور میکنم به چیزی که پیامبر منو مأموریت داد. مأموریتی که پیامبر من داد این بود که هر تمثالی، مجسمه‌ای که هست اون از بین ببرن، هر قبری که بالا اومده، گنبد و بارگاه رو درست کردن، اونو یکسان کنن، خراب کنن. خب حالا اگر شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب اومد و این کار رو انجام داد، آیا کاری انجام داده که خلاف شرع هست؟ خلاف دستورات رسول الله صلی الله علیه و سلم هست؟ خب کاری کرده که دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، کاری است که ائمه اهل بیتی که شیعه به اونها معتقد هستند، اونها را معصوم میدونن، این کار رو انجام دهنده این کار لعنت کردن، از نماز خوندن، از بنای مسجد منع کردن. حتی این روایت هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرد از اقوامی که بر روی قبور انبیا و صالحینشون گنبد و بارگاه و مسجد درست کردن. من متشکرم استاد سید منصور حسینی به خبر نقل این روایت و استدلال دقیق شما. در کتاب کافی کلینی این صورت بحثی که ذکر میکنه بعثنی حدیث شماره 1 شماره 11 حضرت علی رضی الله عنه علیه السلام علیه السلام در جامعه بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هدم القبور. من از نسخه PDF قرائت میکنم، بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هدم القبور و کسر الصور، که در کتاب کافی کلینی صفحه 528 باب تشییع البناء به این صورت این حدیث آمده است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم را فرستاد تا اینکه قبرها رو با خاک یکسان کنم. و شناسنامه کتاب هم ارائه جلد ششم هست. بله، جلد ششم از کتاب کافی کلینی مبنی بر این که حضرت علی فرمودند که حضرت رسول منو مأمور کرد تا قبرها رو با خاک یکسان کنم. بله، عاملی در این باره دیمیه که میگه که وهابی ها اومدن که تعظیم القبور و منع الوهابی تعظیم القبور و اصحابها و تبرک بها من لمس و تقبیل لها و لاعتاب مشاهدها و تمسح بها و طواف حولها و نحو ذلك. یعنی کارهایی که کاملا توحیدی است بعضا نهی کردن، الان عاملی میگه که وهابیت این کار سنگین و زشت انجام دادن، از اینکه قبرها را بزرگ داشتن، قبرها و مردگان، تبرک جستن و بوسیدن
بوسیدن قبرها و بوسیدن عتبه درهاشون، حتی دروازه های کنجا هست یا چیزی که بر اون درست شده، لمس کردن اون، طواف کردن، دیگه من کرد و طواف حوله. یعنی حتی طواف دور قبور که اصلا درست نیست، شرعاً کار کاملا غلط نیست، اینجا داره از اون دفاع میکنه که طواف از کارهای زشت وهابیت من نقل میده، نگذاشتن این کار انجام بده. این یک قضیه. قضیه بعد اینه که خود شیخ الاسلام، شیخ الاسلام گنبد و بارگاهی که در بقی بوده خراب نکرد. بعد از اون، سالها بعد از اون، حاکم مدینه این کار انجام بود. و هنوز هم ما میدونیم که در ماه رجب هست، راه ربیع الاول هست، ربیع الثانی هست، که شیعیان میگن که روز دفاع از بقی هست که وهابی ها اومدن و گنبد و بارگاه هایی که در بقی بود در مورد ائمه اهل بیت بود، اینها را خراب کرد. این روز روز عذاب و مصیبتی در حقیقت برای اونها معرفی کردن. که من یک اعتراض خیلی داغ مطرح میکنم. در استودیو پشت سر شما قابی زده شده و عکس، در واقع عکس گنبد مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. خب چطور شد برای، میگن که برای خود وهابیت گنبد بارگاه ساختن جایز است، برای ما حرام میشه؟ بله، این مسئله در حقیقت حق اعتراض هست در این جوره. اما کار یک سببی بوده که این کار را انجام داده، و اون هم کلن حفظ جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم از تعرض و دستبردی که میخواستن به جسد پیامبر بدن. گنبد بارگاه چه ربطی به جسد داره؟ نه، چون میخواستن جسد پیامبر رو بدوزن. در روایت تاریخی که اومده و سبب این که اینو درست کردن این بوده که میخواستن جسد پیامبر صلی الله علیه وسلم دزدیده شود. بله، بدوزن. بدین خاطر در حول حوش جسد پیامبر اینو، این خانه را بدین صورت محکم بسازن. ببخشید عزم خاصی منظور اون گنبد سبز رنگی بلد. که به قبة الخضراء مشهور هست، چه ربطی داره به اینکه جسد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نقش قبور بشه؟ بله، حضرت رسول میگن که خب دیوار، بله حالا حق با شما، سابقه دیوارهای آهنی نیاز بود ساخته بشه برای اینکه نقش قبر نشه، حالا بر صورت اون کسان یهودیتی که زندگی خب میکردن در تاریخ. اینم که سابقه طولانی نداره، تازه شده، یعنی زمان پس شما اواخر عهد شما مخالف این گنبد سبز ترکای عثمانی رخ داد. بله، پس این گنبد سبز پیام اسلام نیست و قبه خضرایی که بر مسجد بله بله اصلا چیزی نیست که چون پیامبر صلی الله علیه و آله به طور کلی خودشون نهی کردن، برای اینکه قرار نیست ما در برنامه بله تعارف داشته باشیم و مسائل شفافانه مطرح میشیم، متشکرم. زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله خودشون نهی کردن، نهی که از رسول الله است که از اینکه گنبد بارگاه درست شد. و در حدیث که ام المؤمنین عایشه هست نقل میکنن، در آخرین لحظات زندگیشون سفارششون بود و ام المؤمنین فرمودن که اگر ترس این نبود، ترس از این که مبادا قبر پیامبر محل عیدی قرار گرفته شود، مردم بیان برای زیارت، در خونه دفن شد. اجازه بدید همین اعتراض رو از دکتر زیایی مطرح کنم. دکتر زیایی ببینید، میگه شهر پیامبر خدا رو به عنوان مهد وهابیت مطرح میشه، پشت سر استاد حسینی هم عکس گنبد سبز گذاشته شده و این و میگن که یکی از پیام های محمد بن عبدالوهاب مبارزه با اون گنبد بارگاه ها و چیزهایی که من غیر الله تعبد من غیر الله است. چرا وهابیت یا محمد بن عبدالوهاب این گنبد خضرا رو در واقع از بین نبرد که سقف مسطح بشه؟ در این باره اگر شما چطور شد برای خودتون جایز است، برای مردم جایز نیست؟ شما حکم جواز این وجود این قضیه رو در کتاب ایشون نمی‌تونید مشاهده کنید. اونچه که وجود داره فقط این هست که ایشون چرا مثل بقیه گنبدهایی که تخریب کرد این رو تخریب نکرد. این بحث در حقیقت باید در این رو در مراحل تنفیذ یک وظیفه شرعی در نظر گرفت، که اونجایی که احساسات عوام مردمی که هنوز آمادگی و فهم و درک دینیشون به سطحی نرسیده بود که بتونن این مسائل رو کاملا درک کنن، همونطوری که الان هم این مسائل هست، اون موقع هم این مشکل ها وجود داشت و در این موانع بود که ایشون متوقف داد حرکت خودش رو و گذاشت که دست نخوره. ولی آن هم حتی بهش دست نمیدارن، به خاطر اینکه میگن اگر ما اینو دست بزنیم شاید یک نوع در واقع ترس از فتنه ای بود که شاید در بین ممالک اسلامی راه بیفته. مثلا زیایی یکی از اتهاماتی که ولی در کل اون چی که به عنوان قداست میدونن و اون چی که به عنوان تبرک مثلا اینها در عموم گنبد و بارگاه ها اعمال میشه، اونجا مانش میشه، نمیذاره. چه اشکال داره اگر ما در مثلا کنار قبر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله
400 500 اصلا 1000 2000 تا گنبد بارگاه داشته باشیم کنار کعبه مسجد الحرام 5 6000 تا گنبد بارگاه داشته باشیم سرزمین های اسلامی مملو بیش از گنبد بارگاه ها مردم نذورات و صدقات خودشون رو تقدیم این گنبد بارگاه ها کنن و روحانیون این اموال نذورات رو به مردم فقرا و مستمندان رو برسونن آیا اشکال داره به نظر شما؟ بله بس اینه که کلا دادن عظمت یا قداست به هر مقامی غیر از اون چیزی که پروردگار متعال با نص صریح وحی به انبیاء خودش القا کرده دادن این مقام که حرمت و قداست به هیچ جایی اصلا درست نیست. ساختن گنبد و بارگاه و این مفاهیم دینی همشون بر مبنای همون دید قداست به دین حرمتی هست که برای این اماکن قائلن که این اماکن اماکن عادی و طبیعی هست و حق دادن قداست رو ما پیامبر صلی الله علیه و سلم حرم رو تعیین کردن حرم حدود حرم رو ما با عقل خودمون نمیتونیم حدود حرم رو گسترش بدیم بگیم ما حرمی غیر از حرم مکه یا غیر از حرم مدینه یا از این محدودیت داریم. ما پیامبر صلی الله علیه و سلم در عمل کرده خودشون نسل در نسل یه سنگی رو به نام حجر الاسود معرفی کردن و اون یک حیثیت خاصی داره. خب آیا احساس میکنید به عنوان مثال من از فضای واقع جامعه ایران سخن میگم همین گنبد بارگاهی که الان در ایران بالغ بر 12000 تا گنبد بارگاه رسمی در ایران داریم و در حال احداث هست در هر تقریبا هر ماهی یکی دو تا شاید صنعت امامزاده سازی در واقع در ایران مشهور هست آیا احساس نمی کنید همین امامزاده هایی که در ایران وجود داره و مردم در واقع برای رفع حاجات نزد این گنبد بارگاه ها میرن و متوسل میشن به صاحبان این گنبد بارگاه ها اموال طلاها نقره ها نذورات صدقات و زکوات رو در این گنبد بارگاه ها میدن و روحانیون متولیان دین از در واقع خب ارتزاق صورت میگیره مستضعفان بینوایان توی دستان هم به نحوی ارتزاق صورت میگیره و این سبب میشه که خیلی از قشر محروم جامعه بتونه از این نذوراتی که در این گنبد بارگاه ها وارد میشه بهره ببرن و ما در جامعه ایران در واقع شاهد فقرا و مستمندانی نباشیم. یعنی متاسفانه هست خلاف اون چیزی که شما گفتید به تفصیل گفتید اینا همشون منبع درآمدی هست برای عده ما یعنی که اونا متولی مطرح هستن و اگر برگردیم به حتی به بحث توزیعش هم که اگر واقعا این عملی هم بشه ما صریحا مذوب حالا نصب باز هم یعنی بر همین گنبد و بارگاه ها بود که ذبح میشد و باز هم بر فقرا توزیع میشد این عنوان حرام مطلق تعریف شده چون به خاطر اینکه این عمل کرزات این عمل که بدیم ما قداست رو حیثیت رو مقام رو منزلت رو به غیر الله در بحث قربانی دادن در بحث هدیه دادن بحث نذر کردن این در ذات خودش این فعل یه فعل مشرکانه ای هست که در نتیجه اون ما هر کار نیکی هم انجام بدیم اون عمل ضایع هست اون چیزی که مشرکین قریش هم انجام میدادن همشون برای در حقیقت فقرا ولی چون عمل بنیادش بر شرک بود نتیجه عمل هم اگرچه ظاهر اجتماعی داشت و به فواید مردمی هم داشت اساسا این عنوان نجس و حرام معرفی. متشکرم دکتر سیدی ولی من ابتدا یک اعتراف شما دو بزرگوار رو به عنوان فضل این رو مطرح کنم و اون اعتراف به این که گنبد بارگاه گنبد سازی و بارگاه سازی هر کجا که باشد حرام هست و جایز نیست. استاد منصور حسین اتهاماتی که بر محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه بسته میشه اون همین که سعی میکرد که مردم اصحاب دلیل باشن و پیرو دلیل باشن و مطالبه به دلیل و استدلال رو مدرک کنن و عدم توجه به مراجع دینی به افراد روحانیون به بزرگان دینی یکی از اتهاماتی است که برایشون بسته میشه و به خصوص بر به مذاهب فقهی عدم احترام به مذاهب فقهی. بله فقط اگه اجازه بدید قبل از اینکه سوال جواب بدم میخواستم که فتوای بعد از علما در خراب کردن گنبد و بارگاه ها از مذاهب مثلا از شافعی ها جماعت شافعی ها مثلا ابن الجمنزی که متوفای 649 هجری است بله. و همچنین ظهیر تزمنتی متوفای 682 بله. همه اینها فتوا دادن که گچکاری قبرها و ساختن ساختمانی بر روی قبر درست نیست وصیت هم بکند میت وصیتش باطل هست. متن فتوا را لطفا متن عربیش فقیه شافعی مثلا ادرعی متوفای 781 میگه که و اما بطلان الوصیه به بناء القباب بطلان اما بطلان الوصیه به بناء القباب وغيرها من الابنيه وانفاق الاموال الكثيره فلا ريب في تحريم هیچ شکی در تحریم این وصیت و ساختن گنبد بارگاه درست نیست. ابن رشد متوفای 520 هست
همین نقل میکنه. امام شافعی در الام میاره میگه که رأیت الائمه بمکه یأمرون بهدم ما یبنى علی القبور. امام شافعی میگه که ائمه را در من در مکه دیدم که میگفتن که هر قبری که بر اون ساختمون کوچیکی هم درست میشه، هر ساختمون باشه، باعث خراب شه. خب حالا اگه شیخ الاسلام محمد ابن دبان کار انجام داده، کار جدید انجام نده. خب آیا احساس نمی کنید استاد سید منصور حسینی توصیه کردن به این که مردم گنبد بارگاه ها را خراب کنن، آشوب در جامعه و هرج و مرج و همون فتنه ای که اسلام اون را بر حذر داشته و در واقع خشونت در جامعه بیاد و اون امنیت و آرامش و صلح و صفا، این وظیفه دولت اسلامی است، حکومت اسلامی کار انجام میده. نگاه کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم چه وقت این کار انجام دادن، حتی محمد ابن دبان چه وقت این کار انجام. فرد اگه بخواد وارد بشه این کارو بشه، حتما فتنه های سنگین تری پشتش هست، به خصوص الان وقتی میبینیم که محمد ابن عنوان یک کسی که دولت دارن این کارو انجام میدن، این همه سر صدا شده، افتراءات بستن، دروغ دنبالش بستن، فرد اگه بخواد این کارو انجام بده فتنه بیشتری خواهد بود. به این خاطر ما توصیه میکنیم که برادران عزیز قبل از اینکه بخواهند یک گنبدی را خراب کنن، اون افکاری که توی سرهاست و جا باز کرده و اونجا ساختمونی درست کرده، اونو خراب کنه با دعوت به توحید و به قضیه. اما در مورد اتهامی که به شیخ الاسلام زدن در مورد این قضیه، من بار دیگه یک نصی از سخن خود امامو میخونم. میگه که وقتی به عبدالرحمن بن عبدالله سویدی که از علمای عراق هست، این نامه رو مینویسه و دعوت خودشو معرفی میکنه، میگه که اخبرو که انی ولله الحمد متبع ولست بمبتدع، من پیرو هستم، چیز جدیدی نآوردم، عقیدتی و دینی الذي ادین الله به مذهب اهل سنت والجماعه الذي عليه ائمه المسلمين مثل ائمه الاربعه واتباع الى يوم القيامه. عقیده من، دین من، اون چیزی است که عقیده اهل سنت و جماعت است که ائمه مسلمین بر این فکر بودن، مثل ائمه اربعه و پیروان اونها تا روز قیامت. بعد میگه که لکنی بینت للناس اخلاص الدین لله، من مردم رو دعوت دارم که عبادت هاشون خالصان لله باشه، شریک برای خدا قرار ندهند. و نهیت من دعوت الاحیاء والاموات من الصالحین و غیرهم، از اینکه انسانی که زنده است اونو به فریاد بخونن یا مرده ای را به فریاد بخونن، اینو من بر حذر داشتم. و عن اشتراک فیما یعبد الله به، در هر چیزی که خاص خداست، عبادت است برای خدا، برای خدا شریک قرار ندن، از ذبح و نذر و توکل و سجده و اون چیزهایی که خاص خداوند هست. و هو الذی علیه اهل سنت و جماعه، این فکر اهل سنت و جماعت است، یعنی این چیزهایی که مسئله پیروی از خدا، ایمان به خدا، اخلاص در توحید و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه نقیده اهل سنت و جماعت است. بس محمد بن وهاب فکرش همون فکر اهل سنت است، فکر سلف صالح ماست، فکر صحابه است، فکر رسول الله صلی الله علیه و سلم، چیزی جدید نه آورده. و هر کسی که هم نمیتونه وهابیت را تعریفی کنه که خلاف فکر اهل سنت باشه. استاد سین، من برای اینکه مطالبی که شما فرمودین بینندگان هم با هم شاهد باشیم، اگر تقریبا ممکن باشه تصویر لپتاپ رو منده بدن، در کتاب الحاوی کبیر، یکی از معتبرترین کتب فقه شافعی، محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه که معروف است به صاحب این کتاب ماوردی، میگه قال شافعی رضی الله عنه ولا تبنى القبور ولا تجسس، بر قبر بنا نمی شود و گچکاری هم نمی شود. و در کتب فقهی برادران و صاحبان فقه، امام ابو حنیفه، امام اعظم، نعمان ابن ثابت رحمت الله علیه مطرح میکنه به این که بحث، اگر بنده بکنم این رو در این وقت محدود پیدا کنم ممنون میشم، اتاق خانم کافیست، اگر من این رو پیدا کردم اشاره اون رو ارائه خواهم داد، که از فقه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مبنی بر این قضیه وارد شده که انشاءالله این رو الحمدلله بین اهل سنت اتفاق هست. علمای فهمه اهل سنت در این که درست نیست بر قبر ساختمون سازی بشه اتفاق هست. حدیث رسول الله است، حتی یک عالم از اهل سنت میگه این عالم که سخنش حجت نیست، حجت در سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. به ما خب این قضیه را واضح استاد زیایی، من به عنوان آخرین سوال مطرح میکنم. طبعا یکی از ابهاماتی که مطرح میشه عدم پایبندی به، عدم احترام به بزرگان و مذاهب فقهی در واقع، و در کل دوست داریم با توجه به این صحبت هایی که حول محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه شد،
این اتهام در جامعه باز هم هست و نظام حاکم بر جامعه به عنوان پتکی در بر مخالفین این مطرح میشه و مخالفین با اتهام وهابیت از رده‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فعالیت‌های مختلف در جامعه محروم هستند چون وهابی هستند و حکم وهابیت پایچوبی داره. آخرین سوال. به طور طبیعی هر حرکت اصلاحی در هر جامعه‌ای باشه و در هر ضمن هر جریان فکری و عقیدتی باشه با این گونه اتهامات مواجه هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث صحیحی که روایت میشه میفرمایند که بدل اسلام و غریبا و سیعود و غریبا فتوبوا للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس. اسلام در غربت شروع شد و به همین صورت به غربت هم دوباره برمیگرده و برای غربا، برای افرادی که تنها هستند بشارت داده میشه جنت و در اونای کسایی هستن که یصلحون ما افسد الناس، اونای کسایی هستن که اون چی که مردم به فساد کشوندن از دین رو اینها اصلاح میکنن. اصلاح در جنبه های متعدد میتونه باشه، میتونه فکری باشه، میتونه فقهی باشه و همه اینها برای بازگشت به اصل هست که ما اون رو با واژه سلف یا سلف صالح بخوایم بگیم، با واژه های بازگشت به توحید یا دین صحیح بگیم، به کتاب و سنت بگیم و هر چی بخوایم بگیم، در حقیقت این جریان جریانی هست که به طور طبیعی این اتهامات برش وارد میشه از طرف دشمن برای اینکه بدنامش کنه. ولی واقعیت اینه که اگر انصاف بشه با این جریانات، می‌بینیم که اینها این گونه جریانات در حقیقت احیا کن اصل هست. یعنی اینکه نه تنها حرکتی یا نهضتی مثل نهضت محمود بن عبدالوهاب در تعارض با مذاهب و دین نیست، بلکه در مسیر احیا کننده اصل دین و در حقیقت اصل مذاهب هست، نه اون چیزی که ما به عنوان مذاهب ارث بود. پیروان مذاهب در بستر زمان خود به خود اضافات و دچار کم و کاست هایی شدن و چیزهایی رو به مذهب نسبت دیدن که خود بزرگان مذهب هیچ گونه اطلاعی نداشت. نمونه روایتی که شما ملاحظه کردید از امام شافعی، از امام ابو حنیفه، از امام احمد بن حنبل، ولی متاسفانه خیلی ها هستن که خودشون نسبت به امام شافعی میدن ولی هیچ گونه عملی مطابق با گفته های امامشون یا هیچ گونه فکری مطابق با فکر امام ندارن. به همین صورت خیلی ها خودشون رو حنفی میدونن ولی متاسفانه ارتباطی با اصل مذهب ندارن. در نتیجه این اگر ما خواسته باشیم منصفانه به این جریان یا جریانات مشابه به این نگاهی بندازیم، فقط میتونیم از طریق دلیل و حجتی که اینها ارائه میدن و بگیم از طریق کتاب و سنت که معیار اساسی برای همه هست میتونیم ارزش اینها رو تعیین کنیم. در غیر این صورت این اتهامات همیشه خواهد بود و قرآن کریم هم به این صورت میگه که کذالک ما اتى الذين من قبلهم رسول الا قالوا ساحر او مجنون. به این صورت این هر کسی، هر رسولی که اومد، این اتهام برش وارد اومد که یا ساحر است یا مجنون است و این اتهامات اتهامات روز خودش بود، الان هم اتهامات روز خودش میتونه اون چه که شما فرمودید باشه. بله، متشکرم استاد تدهمون لازیه. استاد سی منصور سیمان، اون آخرین سال و یکی از ابهاماتی که اتهاماتی که مطرح هست حول محمد عبدالله رحمت الله علیه، این دو سمین رو پاسخ بفرماییم. در واقع دو تا سوال هست، این هر دو سوال اگر لطفاً ممنون میشم. مطلب اول و اونم این که محمد عبدالله رحمت الله علیه تأکید میکرد به این که صاحبان دلیل باشیم، هر کدو دلیل گفت اون رو بپذیرین. این به این معناست که مراجع فقهی یا بزرگان دینی در واقع این جایگاهی ندارن و بایستی به دلیل بازگشت، یعنی مردم به دلیل توجه کنن. این تلقی شد به این که محمد عبدالله رحمت الله عدم احترام به بزرگان و مراجع دینی. این یک اتهام. اتهام دوم بحث گنبد بارگاه ها و بخصوص البته قبه خضرا تقریبا صحبت اشارت شد. دوستان در این باره مطلب رو با عنوان آخرین سوال جنبندی بفرمایید. اما در مورد دلیل، این چیزی است که خب قرآن از ما خواسته. کجا؟ همیشه فرمود که قل ها تو برهان است. این هست. جانب. و همیشه هم قضیه علم هست. و خداوند فرمودن که فعلم انه لا اله الا الله. در اصل هر کسی که عالم هست باید بر اساس علم باشد. حالا در مسئله اعتقادات که انسان حتما
مثل در مسئله توحید بر اساس دلیل و آگاهی باشه. در مسائل فقهی هم کسی که به عنوان عالم هست شایسته نیست که وقتی که سخن خدا و پیامبر بشنود بخواد سخن پیامبر رو به خاطر اینکه پیرو فلان امام هست، صاحب فلان مذهب هست، سخن خدا و پیامبر رو رد کنه. ما سخنان ائمه داریم، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه، امام مالک، که دائما میگفتن که همیشه اولویت با سخن رسول الله است. اگر جایی دیدید که سخن ما با سخن رسول الله تناقض داره، شما سخن ما را کنار بگیرید، کنار بذارید و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کنید. بدین خاطر شما میبینید که حتی در بین علمای یک مذهب میگن که در اینجا این فکر، این رأی خلاف حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، کنار میذارن. حتی امام نووی شما نگاه میکنید در خیلی جا میگه که این فتوای امام شافعی یا این فتوایی که در مذهب هست با حدیث رسول الله مخالفت داره. پس محمد ابن درام چیز جدیدی نیاورد، نگفته که من اصلا به طور کلی تقلید را میکنم. در ابتدا خوندیم، گفت که من پیرو ائمه اربعه هستم در این قضا. اما با این حال میگه که اگر فردی بخواهد در هر قضیه حلال و حرام سخن یک فرد و ملاک قرار بدهد، اونو مرجع تقلید خودش قرار بده، اینجاست که بر اساس آیه قرآن میگه که اینو بعنوان اینو عبادت کرد و اتخذ و احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این چیزی است که قرآن نهی کرد و چیز جدیدی نیاورده. اما در اون مسئله قبه اشارات هم جناب استاد کردن. من میخواستم فتوایی که محدث مشهور یمن محمد بن اسماعیل صنعانی که متوفای سال 1182 هست، بله، در کتاب خودشون تفسیر الاعتقاد عن ادران الالحاد میاره در مورد قبه صحبت میکنه. میگه که این قبه‌ای که درست شده از کار رسول الله و یا اصحاب پیامبر یا تابعین یا تابع تابعین نیست. همچنین هیچ کدام از علمای امت این کار انجام ندادن. صنعانی داره میگه. صنعانی میگه. میگه کسی که این کار کرده پادشاهان کرده. آیا صنعانی خودش صاحب فقه بود؟ فقه خاصی داشت یا محدث مشهوری؟ محدث مشهوری. حنبلی مذهب بود یا صاحب مذهب معینی بود؟ اصلا محدث هست طرف. یمنی ها غالبا شوافه هستن، شوافه مذهب هستن. ما این فرد به عنوان یک شخصی که محدث هست داره صحبت میکنه در این قضیه. و ما قرآن هم همین میگه. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اون کسانی که صاحب زور بودن، پادشاه بودن، حاکم بودن، گفتن که بر قبر اصحاب کهف میایم مسجد درست میکنیم. آدرس دقیق صنعانی بفرمایید، از کجا نقل میفرمایید؟ صنعانی اینو میاره در کتاب خودشون تطهیر الاعتقاد عن ادران الالحاد. این گونه میگه که فان هذه القبه ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم ولا من اصحابه ولا من تابعيه ولا تابع تابعه ولا من علماء امته وائمه ملته، بل هذه القبه المعموله على قبره صلى الله عليه وسلم من ابنيه بعض ملوك مصر المتاخرين. از پادشاهان مصری بود. پادشاهان مصری این کاری کردن در سال در قرن 7 8 این کارو انجام دادن. حتی محمد رشید رضا همین تعلیلی که استاد جای کردن همین میگه که علت این که این قبه تا الان مونده در المفسده، ترس از فتنه بودی که فراگیر بشه. متکلم استاد سید منصور حسینی و متکلم استاد سید محمد رشید رضا اینو میاره. من از فقط متکلم استاد برون یک مطلب یادم اومد و دوست دارم اینو مطرح کنم. علت ترس و واهمه تا این حد از فکر وهابیت چشم پیش از اینکه وهابیت وجود داره یا نه، چون ما الان اندیشه‌ای که به اسم وهابیت مطرح میشه، مبارزه با هر چیزی که غیر از الله عبادت میشه، چرا تا این حد باعث از وهابیت بترسن؟ واقعیت اینجاست که دین حق در هر زمانی، در هر قرنی، در هر موقعیتی منافع و مصالح کسانی که از دین باطل دارن تغذیه میکنن رو به خطر میندازه. این افراد باید به طور طبیعی از حیطه بگیم منافع و مصالح خودشون دفاع کنن و ناچارن این دفاع به اتهام کشیده میشه، این دفاع به بهتان کشیده میشه و این دفاع به هر نوع عملکرد زشتی که اصلا نه اخلاق انسانی و نه اخلاق دینی میتونه ما اجازه بده. الان ما با این موضوع مواجه هست. نه ضوابط اخلاقی وجود داره در
زدن این اتهام به افراد و نه هم ضابطه شرعی وجود داره. فقط بحث اینه که مصالح و منافع افرادی که از راه این دین دارن تغذیه میکنن و نون میخورن، دینی که باید ما براش هدیه بدیم، براش فداکاری بدیم بکنیم، براش قربانی بدیم، یه عده لباس دین رو میپوشن و این دین در صورتی که دین لباس به خصوصی نداشت، لباسش تقوا هست، برای این دین لباس درست کردن و عده‌ای که این لباس رو پوشیدن باز شدن کارمند دائم تأمین شده و بیمه شده عمر که از طرح این دین تغذیه کنن بهترین موقعیت ها رو هم داشته باشن. خب طبیعتا اینا متشکرم استاد، موقعیت خودشون دفاع خواهند کرد. وقتی کارشناس شما هست، من مطالبی که در کتب فقهی امام نعمان ابن ثابت، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام محمد ابن ادریس شافعی رحمت الله علیه، از کتب ایشون هست. اگر بخواید لطف کنید دستور لپتاپ رو ما بدین، بر اساس استنادی که استاد سید منصور حسینی فرمودن، از کتاب ام امام شافعی رحمت الله علیه تبعن شناسنامه کتاب بنده ارائه بدم، کتاب ام شافعی ابو عبدالله محمد ابن ادریس ابن العباس ابن عثمان ابن شافعی و متوفای 24 هجری، و کتاب ناشر دارالمعرفه میگی که نقل کرده امام شافعی رحمت الله علیه بین که و احب الا یبنا ولا یجسس فان ذلك یشبه الزین والخیلاء وليس الموت موضع واحد منها ولم ارى قبور المهاجرين والانصار مجسسه. امام شافعی در قرن دوم هجری، در قرن سوم هجری که البته وفات یافتن، در قرن دوم هجری زندگی میکردن، میفرماید که در زمان من هیچ قبری، نه مهاجرین و نه انصار، هیچ قبری گنبد بارگاه نداشته است. یعنی بقی در واقع ساخته قرنهای بعد آتیست که در صدر اسلام اصلا گنبد بارگاهی وجود نداره. و میگه امام شافعی میفرماید که من بدم میاد گنبد بارگاهی ساخته بشه، و استناد میکنه به حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم، نهى ان تبنى القبور او تجسس. و من این نکته رو هم بگم که با توجه به این که فقط به عنوان یک بدعت ایشون در اون زمان تصور میکرده، اینو گفته اکره، واجه اکره هم بود در نظر دیگه که در زمان اینها به عنوان یک حرام تلقی میشده. استنادی که به حدیث رسول میفرماید، نهى ان تبنى رسول الله، انا رسول الله صلی الله علیه و سلم، نهى ان تبنى القبور او تجسس. رسول خدا نهی فرمودند و نهی دلیل بر تحریم. و امام شافعی رحمت الله علیه اینجا میفرماید، و قد رأیت من الولاة من یهدم بمکه من ما یبنا فیه. میگی که در مکه بعضی از ولات امور دیدم که این قبور رو، این گنبد بارگاه ها رو در واقع از بین میبردن. که این در کتاب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دارالمختار و از کتب مشهور فقه حنفی هست، بله، و که میبینیم در این باره نقل میکنه که و فی الظهیر وجوبا قدرش ولا یجسس، و گچکاری نمیشه به دلیل نهی که از اون شده، و گلکاری هم نمیشه، ولا یرفع علیه بنا، و کسی هم بر اون بنایی نمیسازد و بنایی ساخته نمیشه. در کتب دیگر باز هم مذهب حنفی همین قضیه را میبینیم که مملو هست، نهى ان یجسس القبر. باز هم محیط برهانی هم میگه ولا یجسس ولا یطین، تحفظ الفقها هم میگه باز هم ولا یطین ولا یجسس. و مبسوط سرخسی البته در مورد دیوار حول مسجد هست که میگه اشکال نداره در حول مسجد، ولی اوسا بنیار ما مسجد مبنیون او یلقا فی حسن، که در مورد ساخت مسجد هست. و این مجموعه ای از بله قلتو ارائیت القبر هل تکره ان یجسس قال نعم، مکروه هست که قبر واجبه، مکروه در نزد اونها، بله، اعتراض برای حرمت، بله، برای اینکه دلیل من نهی شده. متشکرم استاد سینانس بسیار ممنون. فقط یک پیشنهاد من بدم، نمیدونم خیلی مختصر لطفا، بله خیلی خوب خلاص. اگه یکی از همین نامه هایی که شیخ الاسلام نوشته و فکر خود را معرفی کرده، این نامه خوانده بشه، توضیح داده بشه که واقعا فکر اونو معرفی کنن و بله. از این اتهاماتی که بر شیخ الاسلام وارد میشه یا اینکه مردم را متهم به وهابیت میکنن کاملا اون ادعاش. پس ما اینو میان برنامه خواهیم دید، استراحتی باشد و این نامه رو بعد از استراحت این نامه را خواهیم خوند. متشکرم شما جان بنده که شاهد این برنامه بودیم، میان برنامه کوتاه خواهیم دید. یک مطلب، این برنامه متعلق به روحانیون عزیز ایران هست. کتاب امروز بوخ و کرنا و شعار و داد و فریاد به این که مردم به هوش باشین، محمد بن عبدالوهاب یک فکر انحرافی دارد. روحانی عزیز، آیت الله عزیز، حجت اسلام، ما منتظر انحرافی بودن محمد بن عبدالوهاب هستیم. البته
ما برای دفاع از انسان هیچ وقت برنامه و هدف ما دفاع از انسان نیست، اما یک اصل و یک اساسی که در جامعه مطرح شده و اون هم معرفی کردن محمد بن عبدالوهاب به عنوان یک فکر منحرف، ما دوست داریم انحرافی بودن این فکر رو در قالب تضاد یکی از جملات و یکی از فرمایشات ایشون، نه از روایاتی که نقل کرده و نه از تفاسیری که نقل کرده، از مطالب ایشون که با قرآن در تضاد باشد رو به ما ارائه بدین. شماره مخصوص روحانیت هم در گیرنده و زیرنویس اعلام خواهد شد و دوستانی روحانی فقط از این شماره میتونن تماس بگیرن. در واقع در اتاق فرمان کسانی که از شماره روحانیت تماس بگیرن سوالهایی مطرح میشه که ثابت بکنه این شخصی که تماس گرفته یک روحانی است، نه آمیز، برای اینکه خدای نکرده دوست نداریم کسی به نام روحانیت بخواهد و در واقع غرض داشته باشد و بخواهد روحانیت را بدنام کند. به همین علت شماره مخصوص روحانیت کسانی روحانیون عزیزی که تماس میگیرن حتما سوالی پرسیده خواهد شد، بعد از پاسخ به اون سوال رسیدی واسه خواهد شد و پاسخ این سوال ما رو منتظر هستیم. روحانیون عزیز پاسخ این سوال رو بدن. اینا برام میبینیم واسه خواهیم داشت. زندگی نامه شیخ الاسلام مجدد قرن دوازدهم امام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه. امام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در سال 1115 هجری قمری در شهر عیینه چشم به جهان گشود. هنوز 10 ساله نشده بود که حافظ کل قرآن کریم گردید. پدرش که در او علامات نبوغ و تیز هوشی را می دید او را به تحصیل علم تشویق می کرد. محمد ابن عبدالوهاب جامعه خود و خرافات و بدعتهای حاکم بران را با آنچه در کتابها خونده بود در تناقض می دید، لذا دو راه پیش رو داشت. یا در برابر این بدعتها و خرافات سکوت کند و با جامعه همگام و همسو شود، و یا در برابر این بدعتها و خرافات قیام نماید که کاری بسیار سنگین و دشوار بود. شیخ با انتخاب گزینه دوم، یعنی با قیام بر علیه خرافات و بدعتها، راه سخت و دشواری در پیش رو داشت و باید دگرگونی و تحولی عظیم در جامعه ایجاد می کرد. محمد ابن عبدالوهاب پس از مدتی فعالیت در زمینه دعوت و روشنگری برای افزایش دانش و داشته‌های علمیش سفرهایی به مکه و مدینه و بصره ترتیب داد. اما ثابت نیست که به شام و شهرهای شیراز، اصفهان و قم سفر کرده باشد همچون که ادعا می شود. همچنین ثابت نیست که وی تصوف و فلسفه و زبان ترکی و فارسی را آموخته باشد. امام محمد ابن عبدالوهاب پس از این سفرها به نزد پدر خود که به حریملا هجرت کرده بود بازگشت. و پس از مدتی که شیخ مردم را به یکتاپرستی و دور شدن از خرافات دعوت داد، زیر فشار حاکم شهر ناگزیر به شهر درعیه هجرت کرد. حاکم شهر درعیه محمد ابن سعود و برادرانش نزد شیخ آمدند و شیفته دعوت آن بزرگوار شدند. محمد ابن سعود از او اعلان حمایت نمود و بدین ترتیب محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه در فضای آزاد دعوت خود را از سر گرفت. در آن زمان منطقه نجد زیر سلطه حکومت عثمانی نبود و هر شهری حاکمی مستقل داشت و با گسترش دعوت شیخ و افزایش تعداد پیروانش، قبر پرستان و خرافاتی ها تهمتهای گوناگونی به او وارد کردند تا آنجا که وی را تکفیر نمودند. به دنبال این تهمت‌ها و صدور حکم تکفیر درباره آن بزرگوار از سوی برخی از مخالفان تندرو و بدعتگر،
حاکمان مکه از ادای حج توسط شیخ و یارانش ممانعت کردند. سرانجام یکی از حکام مکه به شهر درعیه که مرکز دعوت شیخ بود حمله نظامی کرد، اما با حمایت و دفاع مردم این شهر شکست خورد. این پیروزی گسترش دعوت شیخ و اقتدار حکومت محمد ابن سعود را در پی داشت. از محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله کتاب‌های فراوانی بر جای مانده است که بیشتر درباره توحید و یکتاپرستی می باشد. از مشهورترین کتاب‌های شیخ کتاب توحید است. همچنین می توان به کشف الشبهات و کتاب الاصول الثلاثه اشاره کرد که در مورد سه اصل شناخت خداوند و شناخت دین اسلام و شناخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. و نیز کتاب سیرت که مختصری از کتاب سیرت ابن کثیر و دیگر کتاب‌های سیرت می باشد. شیخ پس از سالها دعوت به توحید و مبارزه با شرک و خرافات سرانجام در سن 92 سالگی در ماه شوال سال 1206 هجری قمری چشم از جهان فرو بست. شیخ 6 فرزند به جای گذاشت که نام فرزندان خود از نامهای آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت، به نام حسین ابن محمد ابن عبدالوهاب و علی ابن محمد ابن عبدالوهاب و حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب و ابراهیم ابن محمد ابن عبدالوهاب و عبدالعزیز ابن محمد ابن عبدالوهاب و یک دختر به نام فاطمه بنت محمد ابن عبدالوهاب به جای گذاشت. و این خود دلالت بر محبت شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب به آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. و شیخ بعد از مرگ خود نه درهم و نه دیناری به جای گذاشت، اما بعد از خود این حرکت تجدیدی و روشنگرانه توحیدی را به مردم نشان داد و همیشه مردم برای احیای توحید و یکتاپرستی از کتابها و از تألیفات شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله استفاده می کنند. بارالها او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار ده و یاد و محبت این شیخ بزرگوار را در قلب مؤمنان ماندگار فرما. آمین. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زنده میزگرد هفته، مبحث وهابیت افسانه یا حقیقت. در این بخش صدای شما عزیزان را خواهیم شنید. تماس های معمولی یک دقیقه خواهد بود، بجز روحانیون عزیزی که قصد اثبات انحرافی بودن محمد بن عبدالوهاب رحمت الله را داشته باشند. طبعا ما هیچ عنوان معتقد به این نیستیم که محمد بن عبدالوهاب شخصی معصوم بودند. اشتباهات فقهی، اشتباهات و اظهار نظرهای شخصی خاصی بهشون وجود داشت که همه این اجتهادات خودشون صاحب نظر هستن، اما مهم این هست که تا به امروز عشق میریختن برای اسلام و دین و میگفتن که محمد بن عبدالوهاب به عنوان یک فرد منحرف است. ملت عزیز شاهد باشین، ما شماره تماس را ویژه روحانیت گذاشتیم تا اینکه فقط روحانیون عزیز تماس بگیرن، تا اینکه نگوین خطا شلوغ بود و ما نتونستیم برسیم. و ما کتاب های شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه را در اینجا همراه خود آوردیم و این کتاب در استودیو مجموعاً 15 جلد مجموعه‌ای از کتاب‌های ایشون از رسائل ایشون هست که
ما دوست داریم روحانیون عزیز تماس بگیرن و یک جمله مغایر با قرآن و یا تضاد با قرآن، یک جمله متضاد با قرآن از فرمایشات ایشون، نه روایاتی که در کتب ایشون اومده، چون روایاتی که در کتب ایشون اومده در کتب اهل از کتب اهل سنت نقل کردن، یا تفاسیر یا مجموعه نقل اقوال دیگران مطرح نیست، مهم همان نقل همان فتوا یا جمله ای است که با قرآن در تضاد باشد. ما به اندازه کتاب تضاد مفاتیح الجنان با قرآن که آیت الله العظمى سید ابوالفضل برقعی قمی نوشته اون هم مطالبه نخواهیم کرد، به اندازه یک جمله فقط یا دو کلمه و یا اگر دو کلمه امکان داشته باشه یا هر جمله ای که یافت بشه از روحانیون عزیز تمنا میکنیم این انحرافی بودن ایشون رو به ملت عزیز ایران ثابت کنند تا اینکه مشخص بشه واقعا تا به امروز که مردم میگفتن این فکر انحرافی است، این رو از روی دلسوزی گفتن و واقعیت داره. اگر تا فرمان لطف کنید شماره تماس ها رو اعلام بفرمایید و شماره تماس ویژه روحانیت تا اینکه روحانیون عزیز پشت خط منتظر نمونند و بر صورت من عذر می‌خوام بینندگان عزیز این تبعیض رو در واقع اگر قائل هم اگر این تبعیض باشه در واقع برای نجات از یک فکر انحرافی است و این را به ما حق بدین تا اینکه روحانیون رو در این برنامه در اولویت قرار بدین، برای اینکه روحانیون عزیز به مدت 34 سال گفتند که محمد بن عبدالوهاب یک شخص گمراه کافر منحرف بود، برای اثبات کفر ایشون یا انحراف ایشون کافی است یک جمله از کتب ایشون از فتاوای ایشون که با قرآن در تضاد باشد، نه به اندازه کتابی که آیت الله برقعی در مورد تضاد مفاتیح الجنان با قرآن نوشته. اگر تماس ها رو وصل کنید و شماره تماس ها رو اعلام بفرمایید لطفاً شماره تماس ویژه روحانیت هم اعلام بشه با رنگ خاص نوشته بشه تا اینکه روحانیون عزیز پشت خط منتظر نباشن. اولین بیننده سلام بر شما دوست عزیز. جناب آقای سمی از آلمان، سلام بر شما جناب آقای سمی. جناب آقای سمی از آلمان، سلام بر شما جناب آقای سمی. سلام برادر کلیم هاشمی سید محترم، بعد از عرض سلام خدمت شما و اساتید محترم، میخواستم یک چیز برای شما ذکر کنم که جانم اصلاً من تقریبا مدت 3-4 سال است که این پروگرام های شما و نور و دیگر پروگرام های اهل سنت هم میبینم، اصلا اینا که میگن به نام وهابیت من یک چیزی به اصطلاح از شما نشنیدیم که یعنی خلاف قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. اینا همه ایش پروپاگنداست که اینا میکنن. جانم با خدا شما این را قبول کنین که اگر برای همین رافضی ها بگوین که ما همی 4 شبکه‌ای که داریم ما بردان گیر بسته میکنیم، به عوض شما فرض مثال 4,000 مسجد در تهران باز کنین، به خدا اینا قبول میکنن. یعنی خدمتی که شما میکنین برای اسلام، ما بعد از وقت دوران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گمان نکنم کسی دیگه تو خدمت کرده باشن. یعنی شما مهمان خانه‌ی همه مسلمین شدین در سراسر کره زمین و راستی خدمت شما هیچ قابل از این نیست که آدم قدر تعریف و توصیف شما را کنه. یعنی شما را خداوند بیای هر دو عالم نصیبتان کنه که یعنی همه ما در آلمان میبینیم که چقدر شما، من خودم اصلا افغان هستم اما میبینم که جانم شما چقدر مسلمان ها را روشن ساختین، چیزایی را که ما اصلا خبر نبودیم تا به حال. حالا به فضل مرحمت الهی و لطف کرم شما عزیزان است که ما همه چیزا را فضل مرحمت الهی حالا میفهمیم و درک کردیم که یعنی گر چی است، اصل مطلب چی است. یعنی به خدا من سوگند میخورم که اصلا به نام وهابی چیزی نیست. ما یک وقت حراز داشتیم از نام وهابی بودن اینا در خود آلمان، اما من به دوستای عرب خود به تماس هستیم، در مساجدشان میریم، اینجا مساجد افغانا و اینا هستن میریم. یعنی شما اعتبار کنین اصلا ما یک چیز نمیشنیم که یعنی خلاف باشه. متشکرم جناب صمیمی، شاید روحانیون عزیز پیدا بشوند و شماره ویژه روحانیت هم زیرنویس شده. لطفا من تمنا می کنم از روحانیون عزیز حتما تماس بگیرید، شماره ویژه شما قرار درد شده در واقع، تا اینکه شما برای ارتباط با ما هیچ زحمتی نکشین و مستقیم کافی است شماره بگیرید و در استودیو وصل بشین. اما ملت عزیز قضاوت با شماست، مهم اینجا اصلا برد باخت نیست، این که ما بردیم یا دیگران بردن یا دیگران باختن، نه، مهم این فکر تزویری است که در واقع از ابتدای انقلاب این رو شروع کردند. هر چه مغایر و مخالف و هر چه مخالف فکری خودشون هست به عنوان وهابیت، به عنوان استکبار جهانی، به عنوان این گونه تعابیر رو به کار بردن در جامعه ما مد شده بر هر کسی که مخالف باشه. به همین علت
من تمنا میکنم این کتاب ها از مؤسس فکر وهابیت هست. میگن مؤسس محمد، مؤسس این فکر محمد عبدالوهاب. 15 جلد از مجموعه کتاب هایشون، مجموعه مؤلفاتشون در 15 جلد جمع آوری شده. روحانیون عزیز، اگر الان نمیخواهید مردم را آگاه کنید، پس برای کی گذاشته اید؟ موقعی که امام زمان ظهور کرد، دیگر خودش این کار را انجام خواهد داد، اگر ظهور کنه، که البته وجود ندارد. بیننده بعدی، سلام بر شما. آقا جواد از ایران، سلام بر شما آقا جواد. آقای هاشمی، میگم من میخواستم درباره امام محمد عبدالوهاب صحبت کنم. بفرمایید. این آقای امام محمد عبدالوهاب همون امام دوازدهم شیعیان نیستش، چون در روایات داره که یاد هر رجلون اسمه و اسمی و کنیتی یاتی به دین جدید و کتاب جدید یم لعول از قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن به شرکا. ایشون هم که آمد و خیلی از مردم رو تو عربستان به آقای جواد از ایران، برای اینکه آقای جواد از ایران میگن اساس ببخشید من عذر میخوام، اساس اشتباه مطرح فرمودین. امام دوازدهم شیعیان که در واقع حالا پنهان شده، محمد ابن حسن عسکری است. ایشون محمد ابن عبدالوهاب هستند و ایشون امام محمد ابن حسن عسکری که وجود نداره، از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن هستند، که البته وجود نداره. محمد ابن عبدالوهاب از قبیله بنی تمیم هست. حالا منظورم اینه که ایشون هم خب آمد خیلی از مردم رو مثل امام زمان کشت و حالا اگر آقا جواد این که میفرمایین خیلی خیلی کشت، آیا شنیدین یا مطمئن هستین؟ حالا میگم همینطور که اسماعیل صفوی ایران رو شیعه کرد، آقا جواد عزیز ببینید، ببخشید آقا جواد، چون برنامه عالمانه هست، ما دوست داریم روحانیون عزیز تماس بگیرن، عذر میخوام صحبت های تو هوا نباشه. آیا این که فرمودین محمد عبدالوهاب خیلی ها را کشت، آیا دلیلی دارین یا نه خیر احساس میکنید براتون یه خیالی هست، یک چیزی شنیدین؟ نه حتما خیال میکنم دیگه، تو همین مسئله تاریخی اینا شنیدیم دیگه. بعد یک چیزی هم هست، میگن اشترکو روایت داره که آقا علی فرموده اشترکو اخفا من جبین نمله علا صفا بی لیلت زلما، که شرک خفیتر از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه در شب سیاه هست. پس چرا آقا علی هیچ کسی رو مثل شما متهم به مشرک بودن و کافر بودن مثل امام محمد عبدالوهاب نکرد؟ آقا جواد ببخشید، من برای اینکه دوست ندارم شما مطالبی رو به کار ببرین و من ناچار باشم از شما دلیل بخوام، لطف فرمایید. آیا این که میفرمایید ما مشرک و کافر، کسی دیگران رو مشرک و کافر خطاب کردیم، حالا بماند، بینندگان قاضی هستند، اما این که محمد عبدالوهاب دیگران مردم رو مشرک و کافر قلم داد کرده، آیا دلیل دارین یا بازم مثل سری قبل احساس میکنید یه خیالی براتون هست؟ خب نه، همین که قتال کردن بر اساس شرک، من میگم اگر آقا امیرالمومنین که میگه راه رفتن مورچه بیتر شرک، شما اجازه بده ما یکم صحبت بکنم بعد شما جواب بده. اگر شرک مخفی بیتر از راه رفتن مورچه هست، چرا آقا امیرالمومنین کسی رو متهم به شرک نکرد، اما خوارج همه رو متهم به مشرک و کافر بودن میکردن و خود عدیر هم متهم به کافر بودن کردن و فتوای قتلش هم دادن؟ آیا این دلیل نمیشه که محمد عبدالوهاب یا پیغمبر بوده یا امام بوده که از جانب خدا آمده بوده، دین جدید آورده بوده؟ خب انشاءالله. آقا جواد متشکرم از تماستون، مطلبتون رو دریافت کردیم. بله متاسفانه خوارج تکفیر حضرت علی کردن، افتایم به ادعا داشتن که از شیعیان علی هستن، اما فقط احلام الاطفال بود و ربات الحجال بود، اصلا فقط خیال پردازی کودکان داشتن متاسفانه، اما شمکر کشدن علیه حضرت علی. بیننده بعدی، من تمنا میکنم روحانیون عزیز کجا هستن، خواهش میکنم، تمنا میکنم روحانیون عزیز حتما بیاد جلو، مردم را نجات بدین. اگر الان نجات ندین، مردم در پرتگاه میفتن، وارد جهنم میشن. پس این نجات دادن را برای کی باقی گذاشتین؟ شماره ویژو روحانیت را بازم زیرنویس کنید. نمونه متفران بیننده بعدی انشاءالله روحانی عزیز باشه. جناب آقای نقشبندی از لندن، سلام بر شما جناب آقای نقشبندی. استاد هاشمی عزیز و استادان محترم، ممنون.
سلام بر شما. جناب استاد هاشمی، ما یه دوستی داشتیم خیلی خوش صحبت بود. بله. قسم میخورد میگفت جن وجود نداره، ازش هم میترسم. این مسئله وهابیت هم شده این میدونن، خودشون هم میدونن که وجود نداره میترسن. در جواب آقا جواد بگم که فرمودن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب همون امام زمان، ای کاش امام زمان به اندازه شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب چهار تا، فقط چهار تا کتاب داشت، یک تألیفی داشت که ما بتونیم ببینیم این آقا چی نوشتن. یه جهادی داشت، یه کتابی داشت. این آقا 1300 خورده ساله، نه توحیدی، نه نمازی، نه امامتی، نه کتابی، نه جنگی. آخه من نمیدونم، میان شوخی میکنه، یعنی من ساده نیم از این برنامه. به هر حال بیشتر از این وقت نمیدم. و سلام علیکم و رحمت. جناب آقای نقشبندی، لطف فرمودید در واقع تلسم شکن برنامه بودن. بیننده بعدی لطفا روحانیون عزیز، من بار دیگر تمنا میکنم حتما تماس بگیرید، شماره ویژه روحانیت لطفا خواهش می‌کنم ثابت باشه، چه بسا یک روحانی پیدا بشه و بخواد این مطلب رو مطرح کنه. بیننده عزیز، جناب آقای فاطمی از کرج، ان شاءالله ایشون روحانی عزیز ما باشه. سلام بر شما دوست عزیز. الو. سلام بر شما جناب آقای فاطمی. سلام علیکم، شبتون بخیر. سلام و رحمت الله. شبتون بخیر. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من روحانی نیستم. می‌خواستم فقط یه چیزی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. بفرمایید. در مورد برنامه‌تون نیست البته. در مورد این که اصلا این مشخصه که یعنی هم میدونن حرام یعنی چیزی که برای انسان ضرر داشته باشه. بله. چیزی نمیدونم خوراکی و نوشیدنی و اینا هم فقط شامل نمیشه که. بله. کسی که برای روح و جسم و دین و همه چیه، هر چیزی که مربوط به انسانه ضرر داشته باشه باید حرام باشه دیگه. به طور کلی این گونه است. کلی این گونه است، بله، به طور کلی این تعریف صحیحه، اما خب استثناءاتی هم هست. خب عرض من اینه، این شبکه اهل بیت، بله، این یعنی کسی که واقعا مسلمون باشه، کسی که واقعا دین اسلام قبول داشته باشه، وقتی که گوش میکنه، نگاه میکنه به این شبکه، واقعا یعنی یه طوریه که عشق آدم در میاد. من چند وقت پیش البته خیلی خیلی کم نگاه میکنم، یعنی اتفاقی نگاه کردم، دیدم جناب شما استاد هاشمی داشتید با این اللهیاری که میشه گفت ابلیسیاری. جناب آقای فاطمی اگر اجازه بدیم، برای اینکه وقت برنامه موضوع محمد بن عبدالوهاب هست، اگر این حکایت ها در برنامه های دیگر هست، هر روز ما 3-4 تا برنامه زنده داریم و ایمیل شبکه هم هست، ما 9 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. برای این حکایت ها اگر اجازه بدیم در برنامه دیگر مفصل از حضرت عالی بشنویم ممنون خواهم شد، چه بسا روحانیون پشت خط منتظر باشند و صدای دیگر عزیزان را بشنویم. ممنونم جناب آقای فاطمی، با عرض پوزش به علت محدودیت وقت و مهم بودن موضوع در واقع من عذر می‌خوام. گیرنده بعدی، سلام بر شما دوست عزیز، من عذر می‌خوام، فقط لطفاً در مورد کتاب‌های محمد عبدالوهاب و مخالفت منحرف بودن ایشون رو دوست داریم یک نفر آدم زنده پیدا بشه و انحراف منحرف بودن ایشون رو ثابت کنه. گیرنده بعدی آقا احمد از سوئد، سلام بر شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. رحمت الله و برکات استادان گرانقدر دیگه. ما فقط صحبت‌های برادرم صمیمی را از آلمان تایید میکنم و میخواستم از شما خواهش دارم که کسانی که به نام سلفی و یا سلفی اونا غلوف کردن اونا را معرفی بکنن، چون در افغانستان در چند از ولایت‌های افغانستان یک تعداد مردمی هستند که خود را به نام سلفی میگن و زود دیگه کسایی که تقلید میکنن اونا را به نام مشرک خطاب میکنن. به این خاطر بله، اگر کسایی که غلوف کردن اونا را معرفی کنین خوبتر میشن. حتما انشاءالله، حتما. در اگر توجه فرموده باشین، اولین سوال بنده از دکتر سید حبیب لازیایی همین بود. برخی ها مدعیان این فکر در تکفیر خب به هر صورت تکفیر میکنن، استاد زیایی مفصلا پاسخ دادن، اگر اول برنامه بازپخشش رو ببینید متوجه پاسخ به این سوال هم خواهید شد. بیننده بعدی،
سلام بر شیخ مصطفی از بحرین. سلام بر شما شیخ مصطفی. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته استاد، بفرمایید. تشکر میکنیم از زحمات شبانه روزی شما. ممنون. امیدوارم که خداوند حفظتون کند. شما همچنان آقای سید عقیل هاشمی مجری عزیز و محترم و همچنان استادان بزرگ سید منصوری، سید منصور و دکتر حبیب الله زیایی، امیدوارم که در حفظ و امان الله باشید. ممنون. همچنین این کاری که شما میکنید، خدمت به اسلام که انجام میدهید، دفاع از دین حق و مردم دعوت میکنید به توحید، ما باید شبانه روز دعای خیر برای شما کنیم. لطف داریم، بزرگواریم. نسبت به عرض عزیز داشتم، نسبت به گنبدی که روی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، این من زمانی که طلبه بودم در مدینه منوره، این یک مشکلی برای من بود. بله. نسبت به که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود به علی رضی الله عنه که تو قبرها را یا گنبدها را با خاک یکسان کن، و همچنان گنبدی که روی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، من فکر میکردم که این تضاد بین این دو نفس، بین دو چیز. بله. از استادانی که یا مشایخ هایی که در حرم بودن، من خیلی پرس میکردم، سه جواب قانع کننده به من دادن. یک جواب که استادان فرمودن، آقای سید منصوری و آقای دکتر، که در صدر اسلام این نبوده، سنت به دستور رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده، همچنان خلفای راشدین کار نکردند و همچنان در قرون مفضله 300 سال تا 300 سال کار نشده است، و همچنان در قرون‌های بعدش، شاید در ایام عثمانی یا حکام مصر، همچنان که شیخ استاد منصور، سید منصور فرمودند. بله. و جواب دیگر فرمودند که این گنبد روی سقف مسجد است، کاری به قبر نداره. این گنبد سقف مسجد است، سقف حرم است، یعنی بله، فقط مقابل قبر رسول الله صلی الله علیه و آله است، یعنی نه روی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله این گنبد ساخته شده. بله. جواب دیگر فرمودند که این گنبد وقتی که درست شده است، به خاطری که کسی روی یا در هوایی که رسول الله صلی الله علیه و آله اونجا دفن است، اینجا راه نروند، خصوصا کارگران و عمال هایی که مثلا تعمیر مسجد میکنن، سقف مسجد رو تعمیر میکنن، تا کسی در هوای در قبر رسول الله صلی الله علیه و آله راه نره. بله. بالای قبر رسول الله در اون محدوده حرکت نکنه. به خاطر این گنبد ساختن تا کسی اونجا راه نرود. ممنونم شیخ مصطفی از مشارکت علمی بسیار زیبا، لطف فرمودین و خدایا رو نگهدار شما. اگر اتاق فرمان لطف کنید آخرین تماس باشه، اما اگر روحانیون تا لحظه آخر هم تماس گرفتن، روحانیون رو وصل کنید. بجز آخرین تماس شریف از ایران، بازم تاکید میکنم اگر روحانیون عزیز تماس گرفتن بدون حتی وقت هم به پایان رسیده باشه، ما منتظر خواهیم. آقا شریف از ایران سلام بر شما. آقا شریف از ایران سلام بر شما. آقا شریف سلام علیکم. آقای هاشمی عزیز سلام و رحمت الله. سلام علیکم آقای هاشمی عزیز، با استادان عزیز اونجا نشستم، من چشمام را کنم به خدا شهده. علیکم السلام و رحمت الله. هر پایست نمیتوانم بگم، کاش آی تلفون آقای هاشمی نگاه میکنم، کاش تلفونی به من حرف میزدی. در دلم پره، شما الان اسم امام آوادی جلو، امام عبدالوهاب، این هم اضافه کردی به ابو بکر و عثمان و عمر و حضرت عایشه، اینا هم بازم بیان به اینا فوجدن سرو خدا. کاش اینا میگوشید نو کردم هاشمی عزیز، ولی ما یه جای هستیم خدا گیر کردیم. یارو سر صبر نون میخوره، دخترش عایشه مثلا میگه نون بخور، عایشه یه نعوذ بیده هست میدنن. این شما با 2000 تا آب اینا ما را با از ما پاکی نمیارن. نوکردم هاشمی عزیز، الان شما با اون شیدنگرید حرف میدهدی، صدا شما کم میکن، من اینجا داغ میکردم. بابا صدا این بده بزن، این دوست استاد حرف بزنه، حرفای شما کم میکرد، حرفای خود این یارو شیدنگری علایاری میگن، من این شیدنگری با کردستان میگیم. تو رو خدا اصلا میدارن حرفای شما، یارو سحنه شما حرف بزنی، ایدن استاد فرشابی، استاد خدمتی، اون استادای اونجا نمیتونم میسوشم بیارم، من چون سوادم کمه، ولی خدا وکیل 2000 تنه بیدی که اینا هی هر خودشانه،
از کوه کامی دادن اینا مگر خدا خودش. جناب آقای شریف، ما 3 دقیقه پایان برام بیشتر وقت نداریم. متشکرم از این دلسوزیتون و این احساس مسئولیتتون. برخی از مطالبتون رو متوجه شدم و انشاءالله در برنامه های دیگر مفصلا فرمایشات شما رو خواهیم شنید. جناب آقای شریف عزیز از ایران و با عرض پوزش به علت محدود وقت استاد سینان طولشنی، ما به پایان برنامه رسیدیم. 1 دقیقه فقط و 1 دقیقه هم دکتر زیای. ما انتظار داشتیم که روحانیون عزیز تماس میگرفتن و حداقل انحرافی بودن محمد عبدالوهاب را ثابت میکردن. یعنی تا به امروز هر چی میگفتن محمد عبدالوهاب انحرافی است، همه شایعات بوده، همه دروغ، همه در واقع صحنه سازی و عوام فریبی بوده. بله، این در طول تاریخ وقت نگاه کنیم، مسئله اتهام وارد کردن و دیگران را گمراه معرفی کردن، ما در قرآن داریم. وقتی که در سوره متففین میخونیم میگه که مجرمین از مؤمنان استهزاء میکنن و میگن اینها گمراه هستن. و اذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون، تاکید میکنن که اینها گمراه هستن، همانا فقط اینها گمراه هستن. خب وقتی که به اتباع انبیا و به انبیا این اتهامات وارد شده، هر دعوتی که دعوت اصلاحگری بوده به همین صورت مورد اتهام واقع شد و چیز جدیدی هم نیست. و این دعوت اصلاحگری شیخ الاسلام محمد بن وهاب به راه خود انشالله ادامه خواهد داد. متشکرم استاد مفتی. دکتر کریم ملاجیای، سکوت جامعه روحانیت در معرفی کردن محمد بن عبدالوهاب و منحرف نشون دادن محمد بن عبدالوهاب از لابلای کتبشون رو چگونه ارجابی میکنید و چه چیزی قلمداد میکنید؟ من فکر میکنم که این موضوع رو به این حکم رو بذاریم برای بیننده های عزیز خودشون، فکر کنم براشون موضوع روشن‌تر هست. ولی چون 1 دقیقه هست، یه ابهامی رو دوستمون طرح کردم در بحث این که وجود حضرت علی روایت میکنن که شرک مثل حرکت یک مورچه سنگ سیاحت، چرا اتهام به شرک کسی رو وارد نکرد؟ من دوست دارم دوست عزیز یه نکته رو در نظر بگیره که نه حضرت علی کسی رو متهم کرد نه غیر از ایشون. یعنی حضرت علی معاویه رو متهم به کفر و شرک نکرد؟ به شرک نه. پس آقایونی که پیرو حضرت علی هستن کاسی داغتر از آش شدن یا بهتر از حضرت علی؟ اینا یه سوالی هست که باید از اونا بکنیم. اون چیزی که وجود داره این هست که حضرت علی هم اگر کتباتیشون رو و نامه‌هایشون رو نه در نهج البلاغه که سند نداره، در کتب مستند دینی برید ملاحظه کنید، به خوبی خواهید دید که وصف دقیق نیازهای روز خودشون رو در رابطه با دین کردن و توصیه‌های لازم رو دادن. امام محمد بن عبدالوهاب عیناً بر اساس نیاز روز خودش، وصف حقایقی که از دین مکتوم مونده، پوشیده مونده بر مردم، از لابلای نصوص صریح کتاب و سنت آورده و به مردم ارائه داده. در نتیجه همه اینها در مدار تاریخ با هم همگام در مسیر احیای دین فعال بودن. انشاءالله که خدا متعال به توفیق عمل بود. متشکرم از شما دکتر ملاجی و متشکرم از شما دکتر استاد سینان طولشنی و مطالب بسیار زیبا آلمان رو. و انشاءالله ما طبعا هفته گذشته همین موضوع بود، یک هفته مهلت دادیم و در واقع فرصت مطالعه بود برای مطالعه از لابلای کتب محمد بن عبدالوهاب و ارائه دادن یک جمله، اگر امکان داشت یک جمله دو کلمه از فرمایشات ایشون، از فتاوای ایشون، از مقالات ایشون که با قرآن در تضاد باشه. ملت عزیز ایران 500 سال در واقع یک دین انحرافی و یک فکر انحرافی رو به ما ارائه دادن. من عذر میخوام از این تعبیری که به کار میبرم، اما حق را بایستی گفت، تلخ است. چقدر شنیدیم که به ما میگفتند محمد بن عبدالوهاب یک شخص منحرف، کافر و گمراه است. کجاست انحرافیشون؟ سکوت روحانیون رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چگونه قضاوت میکنید؟ چرا آقای روحانیون هم مانند حضرت علی که 25 سال میگویند در واقع برای حفظ وحدت امت اسلامی سکوت را اختیار کردن، روحانیون هم به مدت 1 هفته که ما وقت دادیم واقعا در اینجا شایست صلاح دیدن که ساکت باشن؟ شما تماس مخصوص گذاشتین تا نگویند شماره مشغول هست. اما دریغ از جواب و دریغ از یک جمله‌ای که مغایر قرآن باشه از کتب محمد بن عبدالوهاب. ملت عزیز ایران، حیات و زندگی خود رو، شخصیت خود رو به دست کسانی ندین تا افرادی مانند خود برای ما تصمیم بگیرند.
در قسمت دیگر ان شاء الله این برنامه ادامه خواهد داشت. تمام قسمت پایانی اهداف ما سر باشه. متشکرم از شما. سلام. Thank you.